سلام، با شما هستیم اینجا در بی بی سی فارسی با پوشش ویژه اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران. برنامه‌هامون رو طبق معمول روزهای گذشته زودتر آغاز کردیم. یک هفته از افزایش قیمت بنزین و اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران می‌گذرد. بر اساس برآورد سازمان عفو بین‌الملل، پیش از اتصال دوباره اینترنت در این اعتراض‌ها بیش از 100 نفر در 21 شهر کشته شدند. هنوز از شمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیر شدگان آمار دقیقی وجود ندارد. در چند شهر ایران هم راهپیمایی‌های علیه این اعتراض‌ها برگزار شده. به دنبال این اعتراض‌ها، مقام‌ها در ایران دسترسی به اینترنت را قطع کردند. اینترنت از دیروز به تدریج در بعضی نقاط کشور وصل شده. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، وصل شدن اینترنت سایر نقاط را به ابلاغ شورای عالی امنیت ملی منوط کرد. اینجا در استودیو همکارم مریم زهدی با ماست. مریم، اخبار رو دنبال کردی؟ به ما از تازه‌ترین رویدادها در ایران بگو. همونطوری که گفتید، اینترنت به تدریج در حال برگشتن به بعضی از نقاط ایران هست. اعتراض‌ها با افزایش قیمت بنزین آغاز شد و الان به نظر میرسه که بیشتر توجه‌ها معطوف به قطعی اینترنت هست و روی این ماجرا همه متمرکز شدن. نت بلاکس رو که چک می‌کردم، حدود 15% دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت برگشته. خیلی آهسته و یواش کسایی که تونستن خودشون رو به اصطلاح برسونن به اینترنت و اتصال برقرار بکنن و توی شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا بکنن، از سختی برقراری این ارتباط میگن و میگن اونطور که به نظر میرسه و گفته میشه که این اتصال داره برقرار میشه، خیلی خیلی کم رنگ تر از اونه در واقعیت و اطرافشون هنوز نمیبینن که اینترنت به راحتی قبل برقرار باشه و مردم بتونن خیلی راحت به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنن. از فیلتر شکن ها استفاده میکنن، از همدیگه میخوان که بهشون فیلتر شکن به همدیگه فیلتر شکن معرفی بکنن، پروکسی معرفی بکنن که بتونن راحت تر از یک سری موانعی که وجود داره عبور بکنن و به شبکه‌های اجتماعی بیان و حرف بزنن و صحبت بکنن. خبرگزاری مهر از همون دیروز گفتش که اتصال تدریجی در حال برقراریه و بعضی از دانشگاه‌ها برگشتن و بعضی دیگه قراره که برگردن. آقای آذری جهرومی گفتش که وصل شدن مجدد مناطق دیگه منوط به ابلاغ شورای امنیت کشور هست. احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، دیروز گفته بود که کمیسیون سیاسی اجتماعی فرهنگی این مجلس تصویب کرده که مسئولین از این به بعد اجازه فعالیت به شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی رو ندن. وقتی که برآورد کلی می‌کنیم، می‌بینیم که تنها شبکه اجتماعی که فیلتر نشده در ایران اینستاگرام هست و احتمال داره که به طور غیر مستقیم اشاره ایشون به اینستاگرام باشه. ولی همین که یک عضو مجلس خبرگان در مورد اینترنت و منع دسترسی به یک سایت صحبت میکنه، خیلی انتقادها رو برانگیخته. تا جایی که یک نماینده مجلس گفته بود که خبرگان اصلا نمیتونه قانونگذاری بکنه در این زمینه. اما نماینده‌های مجلس، گفتیم نماینده مجلس، روزنامه شرق یک مطلبی منتشر کرده بود که از 3 تا نماینده مجلس سراغ گرفته بود در مورد آمار دستگیر شدگان، در مورد اتفاقاتی که افتاده، و این 3 نماینده مجلس به اتفاق گفته بودن که ما بی اطلاع هستیم و دولت و قوه قضاییه به ما پاسخ نمیدن و نمیدونیم که آمار در چه وضعیتی است، چند نفر دستگیر شدن و چطوری است. خبرهایی از دانشگاه تهران ما قبلا داشتیم، تصاویری حتی دیده بودیم، از دستگیری‌ها شنیده بودیم، اما رئیس حراست دانشگاه تهران گفته که اون کسانی رو که ما در خبر ها قبلا دیده بودیم که با هویت نامعلوم با آمبولانس ظاهرا وارد دانشگاه شده بودند و چند ده نفری رو سوار کرده بودند و برده بودند، بازداشت کرده بودند، بیرون برده بودند، رئیس حراست دانشگاه تهران کلا اظهار بی‌اطلاعی میکنه و میگه نمیدونم چه کسانی بودند که این کارو کردن، بی‌خبر هستم. یه تعدادی دارن صحبت میکنن برای آزاد کردن دانشجوی، تعدادشون ظاهرا آزاد شدن. فرمانده عملیات بسیج سردار آبنوش اشاره کرده بوده به این اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر و اعتراضات اخیر رو به جنگ جهانی تشبیه کرده و گفته که فقط خدا ما رو نجات داد، که واکنش‌های زیادی به این صحبت‌ها هم بود و میگفتن که ابعاد این ماجرا ظاهرا خیلی گسترده بوده که ایشون این ناآرامی‌ها رو به جنگ جهانی تشبیه کرده. امروز در خبرگزاری‌ها اخبار و عکس‌هایی از راهپیمایی‌هایی که در شهرهای مختلف برگزار شد بر علیه اعتراض
اعتراضاتی که صورت گرفت و به اعتراض کنندگان اغتشاشگر گفته شد، مدام می‌دیدیم در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست می‌شد. نکته‌ای که خیلی واکنش برانگیز بود، نوع عکس‌هایی بود که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده بود. کسانی بودند که به نظر ایرانی نمی‌اومدن، ولی بعد از اینکه واکنش‌ها بالا گرفت، من مراجعه کردم، دیدم زیر اون عکس هم نوشته طلاب خارجی حوزه اصفهان. علاوه بر این، آقای ترامپ دیروز عصر بود که یک توییت کرد، باز دوباره در حمایت از اعتراض، کسانی که اعتراض میکنن، و آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا از اعتراض کنندگان، از معترضان و کسانی که به خیابان‌ها اومده بودن خواست که تصاویرشون رو به تلگرام براش بفرستن. همین صحبتش کلی واکنش داشت در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر من نگاه می‌کردم. اما آقای حسام الدین آشنا، مشاور آقای روحانی، یک توییت دو خطی کرد که در آخر صحبت ها میخوام بهش اشاره بکنم، که اون هم بسیار واکنش برانگیز بود. در مورد این اتفاقات، در مورد این اعتراضات نوشت و گفتش که فکر میکردن که دارن فروغ جاویدان دو رو کلید میزنن، در صورتی که عملیات مرساد دو کلید خورد، که این خودش تفسیر مفصلی داره به عملیاتی که مجاهدین خلق در جبهه های جنگ ایران با عراق علیه ایران داشتن اشاره میکنه، و عملیات مرساد عملیاتیه که ایران در برابر اونها داشت. متشکرم از تو مریم امزادی اینجا در استودیو. اما اعتراض های یک هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران، امروز موضوع سخنان امامان جمعه بود. در تهران احمد خاتمی آمریکا، عربستان و به گفته او حلقه های در خارج از ایران را به برنامه‌ریزی برای این اعتراض ها متهم کرد. خودشون میگن 3 سال برنامه ریزی کرده بودند، آدمهاشون رو در خارج آموزش داده بودند، در داخل آموزش داده بودند. قارون منطقه، گاو شیرده ترامپ عربستان، پولاش رو خرج کرد در این آشوبها، رسانه در اختیارشون قرار داد، هر کاری تونستن کردن. اما والذین کفروا هم المکیدون، خدا همه توطئه‌هاشون رو خونسا کرد. محمد مظهر میخوام مهدی خزعلی، فعال سیاسی از تهران، در تماس تلفنی با ما هستن. آقای خزعلی، نمیدونم واکنش امامان جمعه رو امروز به این موضوع دنبال کردید، چه فکر میکنید اصولا در مورد واکنش مقام ها در ایران؟ خب متاسفانه ارتباطمون با آقای خزعلی الان هنوز وصل نیست. بیننده پوشش ویژه ما هستید از اتفاقات و اعتراضات در ایران که امروز وارد یک هفته از این اعتراض ها میگذره و 6 روز هست که اینترنت به صورت خیلی بخشای خیلی زیادی است که ایران در اینترنت قطع هست. نت بلاکس دیروز اعلام کرده بود که تقریبا حدود 10% از مردم و شهرها در ایران به اینترنت الان متصل هستند. و در مورد صحبت‌های امامان جمعه در ایران هم صحبت کردیم. مریم زهدی همکارم اینجا در استودیو، خواستم در مورد این موضوع از آقای خزعلی بپرسم که ارتباطشون با ما قطع شد. مریم، بیشتر بهمون بگو که الان امروز چه حس عمومی که میشه گرفت از این صحبت‌ها چیه؟ اتفاقا میخواستم دقیقا به همین نکته اشاره بکنم که چیزی که من میبینم، بیشتر مردم خشمگین هستن، خیلی عصبانی هن. الان دوباره بحث رأی دادن ها و رأی ندادن ها وسط اومده و الان معتقدن که خیلی از کسانی که رأی داده بودن، من در شبکه‌های اجتماعی میبینم که الان دارن ابراز پشیمانی میکنن. به هر حال جو غالب جو خشم هست و بیشتر دارن تمرکز میکنن روی چیزها، وعده هایی که داده شده بوده ولی انجام نشده.
شده. مثلا به موردی که تمام این روزها اشاره شد، ماجرای اینترنت بود که آقای روحانی قول داده بود که وزیر جوانش دستش روی دکمه فیلترینگ نره و این اتفاق افتاد. جو غالب به نظر من جو خشم هست. مریم اجازه بده برگردیم تماسمون با آقای خزعلی، فعال سیاسی از تهران. مهدی خزعلی وصل شده. آقای خزعلی، امروز امامان جمعه در ایران واکنش نشون دادن به این تحولات، شما چه فکر میکنید در مورد این صحبت ها؟ بله بله صدای شما رو داریم، بفرمایید آقای خزعلی. اما کل ماجرا که امروز یک بحران جدی برای کشور ایجاد کرده از یک نابخردی در واقع عدم صداقت و شفافیت مسئولین هست که چندین سال از حربه غافلگیری و شوک استفاده میکنم. این شوک درمانی در مقاطع مختلف آسیب داده به بسیاری از مردم. کار آخرشون این شوکی بود که شبانه یک دفعه دزدی دو سه برابر کردن. انتظار اتفاقات مردمی متفاوت بود، خودشون هم آماده شده بودن. اما مسائلی که پیش اومد بعد از اون که تعداد زیادی بانک آتش زده شد، مغازه های وارد شد، یا اکثرا خصوصی هستن آتش زده شد، اینها رو ما باید تفکیک کنیم از اعتراضات مردم. یعنی بخش از این تخریب ها کار خود جناح حاکمیت، عوامل جناح حاکم برای اینکه بهانه‌ای داشته باشن برای تسکیب اعتراضات و بتونن عوامل ترکیب خودشون رو توجیه کنن. ما از این حرکات داشتیم، از انفجار حرم امام رضا یا مسائل کارنوال آشورا یا آشورای 88، در همه اینها ما دست عوامل جناح حاکم رو میکنیم. ولی مردم باید هوشیار باشن، اپوزیسیون منتقدی باید هوشیار باشن، دست خودشون رو از تخریب از آسیب بزرگ کنند. یک اعتراض به حق مردمی است که باید بهش رسیدگی بشه. رفتارهای ناشایست مسئولین در طول این سالها همیشه مردم با شوک‌های جدی اقتصادی مواجه کرده. همین دزدی میتونست ظرف ده سال سالی ده درصد افزایش قیمت داشته باشه، به همینجا میرسید. اما این در بیشتر یا توزیع ارز فراوانی که انجام شد، اون راندهایی که تحت عنوان دلار جهانگیری توضیح و بعد هم ارزی که برای کنترل مصنوعی قیمت ارز تحضیح شده، الان خب تحضیحشون به بعدی خود برای دخایر ارزی می شده و ناچارم برای تأمین بودجه سال آینده که چیزی نزدیک 100 هزار میلیارد تصویر بودجه دارن، ناچارم به همین روش های در واقع شک آور دست بذارم و قطعاً این آخرین خواهد بود. ما در سال آینده انتظار شوک‌های دیگری در مسائل دیگه خواهیم داشت، در گاز خواهیم داشت، در بحر خواهیم داشت و این شوک‌ها میتونه جامعه رو دچار التهاب جدی بکنه. واقعیت که همه اون چهارها که آقای شده قبلا تحت این ممنه الان تحریم خودتون نشون میده و متاسفانه به جایی که با مردم صادقانه رفتار کنن، به جای مداخله در کشورهای دیگر، هزینه در کشورهای دیگر بسیار که مردم باشن و هر چی میتونن از تنش ها بکنن با اقتصادشون ترمیم کنن، فعلا فشار بر گرده مردم اصلا در مالیات های ناهنجار و ناعادلانه ایشون از مردم میگیرن و این هم گران کردن نیازهای اساسی مردم. یک هفته بعد از این اعتراض ها، مقام ها در ایران به انواع مختلف اعلام کردند پیروزی خودشون رو برای آنچه که اغتشاش نامیدند. الان شما چه فکر میکنید؟ آینده رو چطور میبینید؟ این اعتراض ها من به حد، اما به خصوص وقتی که دیگه رو به انحراف تقریب بشورش رسونده، طبیعتا این آرام میشه برای ما. اما ما باید از مردم بخوام که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های بی‌رویه آینده این اعتراض کاملا مدنی ادامه بدن و کوتاه نیان، چون این حرکت ادامه داره. به جای اینکه بر مردم فشار بیاریم و این حلقه رو تنگ کنیم بر مردمی که واقعا اکثریت دلیل به اتفاق این پیر خط فقر هستند، من فکر می‌کنم بایستی سیاست‌های مسئولی تعدیل بشه. باید این دولتی که خیلی بزرگ شده کل بر مردم شده، این کوچیک بشه. هزینه های دولت میگن هزینه های
آنچنانی که نهادها دارن میگیرن بیرویت ها رو خواهش بدیم و اشاق در مردم نیاریم. ما باید اعتراضات شدی پیگیری کنیم، ادامه بدیم و هدایت ازش استفاده شد. مردم اگه دیدن که دیده خیلی بیکنه امکان خصوصی و عمومی هم نمی کنه باید واقعا باش برخورد کنن، اونو معرفی کنن. اینها از ما نیستن و قطعا عوامل نفوذی اقتدار حاکم. با توجه به این برخوردی که این بار شد با این اعتراض ها، همونطور که شما اشاره کردید به شوک و یا برخورد خشونت آمیز و یا قطعی اینترنت که به نظر نمیاد حداقل در روزهای آینده به حالت عادی کاملا برگرده، آیا فکر میکنید که حاکمیت هم این اعتراض ها رو کاملا متفاوت از دفعات قبل میبینه و خود حاکمیت دچار شوک شده؟ ببینید قطع اینترنت دستفاله برای دولت هایی که آبروی شد از آزد گفتن به پسته قطع. ما انتظار داریم از چند شد آروم آروم اینترنت حرکت و دست بشه، انتظار ما این هست. ولی در حال خودش نشانگر اینه که وضعیت عادی نشد. وقتی که اینترنت در نگرد یعنی جناح حاکم نشد برای این اعتراض و فائق بیاد و جمعش داره و هنوز میترسه از این که مردم اطلاع بده. ترس از اطلاع مردم خودش نقطه ضعف بسیار جدی است. من فکر میکنم وظیفه تک تک مردم هست که پس اینترنت اعتراضهایش رو تلفنی کنن، همونطور که در قبل از انقلاب همه اخبار بلافاصله در سطح گسترده میشد. هر کسی از همون امکانات ارتباطی که هنوز درد نشده باید استفاده اطلاع رسانی باید بشه. این مسیر هدایتی هم انجام بشه. رسانه های تحصیل الله ترازی توی ماهواره ها نیمده، ماهواره ها تکیه بشه در اینجا بیشتر باید توی شما تنگرده ترازی کن با اپوزیسی که متاسفانه بعضی ها خیلی خوشحال شده از این دستی ها از آدم سوگی ها دشت گرفتن. این فتا باید این هدایتی هر با باید خروف اتدای سالی باید در آشوب ندنید، در آتش ندنید که این دامن ما رو هم میگیره. امروز کن به زیر خصوصی رو میسیدرن مردمی هم سکرها و پیشتها و برکانی های مردم رو خودت میکنن مراقب خوشید. اگر دوره اقاقت رو نگیریم مردم رو خودت آقای خزعلی، در روزهای اول این اعتراض ها دولت برای اینکه مردم رو آروم کنه میگفت که هزینه و پولی که از افزایش قیمت بنزین کسب خواهد شد به حساب مردم و کسانی که نیاز دارن به این پول ریخته خواهد شد. الان فکر میکنم اولویت ها عوض شده، الان اولویت های حاکمیت برای بعد از این سرکوب ها و فرونشاندن این اعتراض ها چیه؟ ببین اون که یک فرید بود، یک مسکن دیگه هم برای بخش کوچکی از جامعه و عملی هم نیست و اینها تو هم یادانه ده سال پیش موندن نمیتونن تمنی بودجه کنن. حالا که مختصری به عنوان یک مسکن یک یارانی رو به نه همه مردم میدن ولی بعدش اقامه کار این فقط یک مسکن برای این که عبور کنن از این شوکی که وقت کردن. من نمیبینم که این حواش خود مسکن در واقع تورمزاست، مردمیدی هم داره بالا یا خودش تورمزاست. هر گونه توضیع طول میتواند مزدر تورم بشه و اگر آقای امریجا 45 تومن به مردم داد همون بلافاصله 200 تومن هزینه مردم افزایش پیدا کرد، در واقع جیب مردم میزدن. الان هم همینه و قطعا ادامه بدن. این یه مسکنی بود به حد اخبار و یک مسکن یک نوبتی که برای همین امور از این بحران باشه که متاسفانه با هم کارگر نداره. این بحران دامن زامنی گرفته و متاسفانه آقایونی که این شفتگرم کنش میکردن اینها قطعا این خونه هایی هستن که ریخته شد و آقایونی هم که خیلی راحت میزن چند نفری هم جان باختن باید بدن این آقا هر کدومشون به تنهایی کافی است که بتواند تمام جامعه رو در بند کنه. یک نفر کشته بشه مثل این است که همه مردم کشته شدن و به عکس اگر یک نفر احیا بشه اینطور که همه مردم احیا بشن. متشکرم. تعدادی جان باختن توسط رضوان مسئول عالی مردم رو بسیار آزرده کرده. مراقب ادبیات در باشد. ممنونم از شما مهدی خزعلی، فعال سیاسی در تهران با ما.
مخاطبان بی بی سی فارسی برای ما تصاویری از درگیری‌های روزهای اخیر میان نیروهای امنیتی و معترضان در تهران فرستادن با این هشدار که برخی تصاویر صداها در این ویدیوها ممکنه برای بعضی از بیننده‌ها آزاردهنده باشه. کاوه از شاهدان اینی در تهران روی خط تلفن با ماست. آقای کاوه لطفاً به ما الان بگید از وضعیت در ایران در تهران. بله با سلام، من صدای شما رو دقیق نداشتم. بله فقط ببخشید شما در کرج هستید همکاران من به من میگن. بله بله. لطفاً بفرمایید از وضعیت در کرج. وضعیت چند روز اخیر رو سوال کردین خانم. بله عرض کنم که با سلام عرض کنم که خب سرکوب خیلی شدیدی رو در واقع جمهوری اسلامی انجام داد. من خودم خیلی شانس آوردم که از دستگیر شدگان نبودم و خیلی اتفاقی اینطور شد و نمیدونم واقعا سرنوشت اون کسایی که دستگیر شدن به کجا رسیده، چطور شده. با در واقع قطع اینترنت این قضیه هم افزایش پیدا کرد. منتها مردم واقعا به سطوح اومده و الان هم یه با گذشت چند روز یه خشم خیلی گسترده‌ای تو وجود مردم هست. از اون طرف حکومت هم خیلی، جمهوری اسلامی خیلی در واقع هم سرکوب کرد و هم غافلگیر شد، چون حرکتی که مردم تو شبکه‌های اجتماعی انجام دادن و اون در واقع انسجامی رو که انجام دادن توی بستن خیابون‌ها و در واقع ابتکار عمل رو به دست گرفتن، جمهوری اسلامی رو واقعا به گوشه رینگ برد. خیلی حرکت خوبی بود که در واقع حکومت رو به یه شوک فرمودید. آقای کاوه که شما شانس آوردید که جز بازداشت شده ها نیستید، شما در اعتراض ها شرکت کردید و برای خود شما چه اتفاقاتی افتاد؟ بله من صدای شما رو درست ندارم، این صدای شما کم هستش، به گوش من درست نمیرسه. ولی بله من تو در واقع اعتراضات بودم و خیلی هم گاز اشکاور زدن و هم با باتوم به طرز وحشتناکی به زن، مرد، کوچیک، بزرگ حمله کردن. اصلا براشون فرقی نداشت و این همه سبایت رو من خیلی در واقع عجیب میبینم که چرا در واقع همچین کاری رو میکنن با مردمی که فقط و فقط میخوان بگن که ما از لحاظ اقتصادی و سیاسی در بنبست هستیم، ما شما رو نمیخوایم، صدای ما رو بشنوید، ما در واقع جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و جمهوری اسلامی به بنبست رسیده. اینها به طرز وحشتناکی منتهای مراتب. من این نکته ای رو میخواستم عرض کنم، آقای خامنه‌ای در واقع الان خیلی تنها مونده و این تو دل مردم قشنگ نقش بسته در ایران که دیگه مثل اعتراضات قبلی کسی اطراف آقای خامنه‌ای به رجزخونی، اگه دقت کرده باشیم، به رجزخونی آنچنانی بر نخواسته. حتی آقای از زور بی کسی آقای روحانی هم در واقع اومده و داره حمایت میکنه از آقای خامنه‌ای. من احساس میکنم تو درون خود جمهوری اسلامی هم در واقع این کاملا واضح شده براشون که مردم چی میخوان و اونا رو دیگه نمیخوان. متشکرم از شما کاوه در کرج با ما. مخاطبان بی بی سی فارسی برای ما تصاویری از درگیری‌های روزهای اخیر میان نیروهای امنیتی و معترضان در تهران فرستادند با این هشدار که برخی تصاویر و صداها در این ویدیوها ممکنه برای بعضی از شما بیننده‌ها آزاردهنده باشه. مردم دارن آتیش می‌زنن. فرن تقی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. فرن بیشتر بهمون بگو الان وضعیت اتصال اینترنت چطوره؟
ببین، باید بگم که وضعیت اینترنت با وجود اینکه نت بلاکس میگه که کمتر از 15% ارتباط اینترنت ایران با جهان برقرار شده، باید بگم که در چیزی که مخاطبان با ما ارتباط دارن یا چیزی که در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه توسط اونهایی که در از ایران بودن بسیار کمتر از حتی اون چیزی هستش که دیروز ما مشاهده کردیم. دیروز از یک زمانی به بعد گفتن که اینترنت بعضی از شهرهای ایران برخی نقاطش وصل شده، هرمزگان مشخصا گفتن که وصل شده، مشهد رو ما داشتیم در مناطقش که حتی مخاطبان به ما پیام میدادن که تونستن به ADSL بس اینترنت های خانگیشون وصل بشن، کرج بعضی مناطق تونسته بودن وصل بشن یا عراق بعضی مناطق تونسته بودن وصل بشن، ولی امروز ما پیامی دریافت نکردیم که ببینیم مخاطبانمون از چه مناطقی هستن. ممکنه الان بسیاری ما رو ببینن تونسته باشن از طریق VPN به اینترنت وصل شده باشن و برای ما پیامش رو فرستاده باشن. دیروز تا اینترنت وصل شد یه سری ویدیو هم ما دریافت کردیم از روزهای قبل ترش، یعنی تا یک روزنامه پیدا میشه از آن چه که گذشته بر بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف ایران ما میتونیم اطلاعی پیدا کنیم. و بگم که خب این قضیه خود نت بلاکس هم بهش اشاره کرده که الان 15% که حتی وصل با اینترنت در ایران ارتباط دارن، نمیشه گفتش که میزان دسترسی آیا در اختیار همه است این 15% یا در اختیار برخی هستش و آیا اینها مردم عادی هم جزوش میشن یا نه. بعد بگم که در روزهای گذشته بسیاری انتقاد میکردن به خبرنگارا، اونها اینترنت در دسترسی داشتن، ولی فقط خبرنگارها نیستن که این مدت دسترسی به اون اینترنت حالا دولتی اگه بشه گفت اسمشو گذاشت داشتن، بسیاری از فعالان سایبری در ایران هم دسترسی به این اینترنت داشتن و در نوع خودشون توییت کردن در روزهای گذشته، مشاهدات خودشون نوشتن و با اون دیدگاه اگه بتونم اسمشو بذارم حکومتی روایت‌های خودشون رو نوشتن. مثلا حامد پارسا 2 ساعت پیش توییت کرده، گفته که از من اگه بخوام در قالب بندی کنم جزء کاربران حکومتی هستش، گفته که یا نزدیک به حکومت هستش، گفته به سختی بعد از مدت ها وصل شدم به توییتر که بگم ما برای خطاب قرار دادن کسانی که 1000 بانک، صدها فروشگاه، مترو، اداره دولتی، ساختمان خصوصی و قرآن و غیره رو آتیش زدن از واژه تروریست استفاده میکنیم، حالا فرق چندانی هم نداره که وابسته خارجی یا سازماندهی شده باشن یا نه. از اون طرف هستن کسانی که این افراد رو میبینن یا حتی ویدیوهایی که توسط اکانت های دولتی در ایران یا حکومتی در ایران به اشتراک گذاشته میشه رو میبینن و به نوعی اعتراض میکنن که این افراد که به نوعی تخریب انجام شده توسط چه کسانی انجام شده. مثلا حسین ترکاشوند اومده توییت کرده، گفته که اینهایی که مردم رو آتش زدن، بانک ها، ادارات، ماشین ها با قاطعیت نهی میکنن، چطور انقدر مطمئنن که اینها کار مردم بوده؟ تحقیق کردن و مدرک دارن یا چون جمهوری اسلامی میگه اینها هم همه دارن تکرار میکنن؟ یه دوگانگی به وضوح دیده میشه درون توییتر که چه کسانی مسئول اتفاقات درون ایران هستن. حتی بعدم که بعد در روزهای گذشته دیروز مشخصا به بعد برخی از مقامات ایران هم اومدن توییت کردن، باز این رو میشه دید که به نوعی همه اتفاقات رو وابسته به کشورهای دیگه میدونن، وابسته به عوامل خارجی سازماندهی شده میدونن. مشخصا مثلا دیشب آقای آشنا توییت کرده از هشتگ گفتگوی ملی استفاده کرده. این گفتگوی ملی من میتونم بگم در تقابل هست با هشتگ اینترنت فور ایرانی که در این 7 روز گذشته حداقل کاربران دارن ازش استفاده میکنن و خواهان این هستن که اون حق آزادی استفاده از اینترنت برای همه مردم در ایران برگرده و این به نوعی حق دسترسی داشتن به اینترنت از حقوق اولیه در برای بسیاری از مردم در جهان الان به حساب میاد. و بگم که دیروز ما وقتی که اینترنت وصل شد از دانشجوها اول پیام‌های دریافت کردیم از دانشگاه‌های مختلف، ولی دغدغه فقط خب دغدغه دانشجوها نیستش که اینترنت نداشتن، بسیاری از کسب و کارها، استارتاپ ها مشکل داشتن، به ما پیام دادن که ضرر مالی دیدن یا یک سری حتی برای سرچ معمولی چگونگی استفاده از داروشون به مشکل برخورد کرده بودن یا حتی فایل معمولی PDF رو نمیتونستن بفرستن. یکی توییت کرده بود که من پیک موتوری در ایران گرفتم. ممنونم ازت فرن، اجازه بده.